با درود بر شما هموطنان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز چهارشنبه است و هفته دسامبر یکی از روزهای تاریخی جهان است. سرنوشت یک جنگ بزرگ رو دگرگون کرد. اجازه بفرمایید که چند بیت پرنشاط از استاد سخن سعدی برای شما بخوانم، بعد برمیگردیم به بقیه داستان. میگوید در ستایش به خرمی و به خیر آمدی و آزادی، که از صروف زمان در امان حق بادی. صیغه دایی به اتفاق همایون و طلعت میمون دریز شادی بر روی خلق بگشادی، به هر مقام که پای مبارکت برسد زمانه را نرسد دست جور و بیدادی. بله مقام بایستی بخونیم. بله بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی. ببینید این لغت آزادی در سعدی قیامت میکنه، پیداش که میکنی. در حافظ هم یک جا هست فکر میکنم، و یک جا هم لغت سرمایه دار را آورده سعدی. بله یک خدا بخشش در حق اون کسی در میکنند که کسانی که به اون مربوط هستند زیر دستان هستند. حالا میگه سعدی چون در حضرت پادشاه هست کنند آزادی. به به یه بار دیگه بهتون میخورم. این واژه آزادی خدمت شما عرض کنم که این موهای ما هم بلند شده وقت سلمانی رسیده. ببخشید عذر میخوام از شما. بله میفرماید که بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی، بهشت گرچه پرآسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی. تو را سلامت دنیا و آخرت باشد که بیخ خیر نشاندی و داد حق دادی. دعای زنده دلانت بلا بگرداند، غم رعیت و درویش بردهد شادی. خدای عز و جل از تو بنده خوشنود است و از آن پدر که تو فرزند پرهنر زادی. ملوک روی زمین بر سواد منشورت نهاده سر چو قلم بر بیاض بغدادی. بیاض عرض میکنم که اینجا منظور سپیدیست، مقصود کاغذه. کاغذ بغدادی خیلی مشهور بوده، کاغذ خطایی خیلی معروف بوده. اینها میگوید بر نهاده سر چو قلم بر بیاض بغدادی، و میخواهد بگوید که جهانیان پیش تو سر تعظیم فرود میآورند. هرچه شما سعدی رو بخوانید باز میبینید یک قطعات فوق‌العاده هست که از نظر شما نگذشته است. خدمت شما عرض میکردم که امروز روز هفته دسامبر است. جنگ جهانی دوم درگیر شده است در اروپا. از حمله به لهستان به سال 1939 شروع شده است. پیش از آن هم یه سر و صداهای آقای هیتلر میکرد و اینها، ولی اون رفیقمون چمبرلین نخست وزیر انگلیس اون مایه سستی به خرج داد و باج داد و اینها که هیتلر رو هوا برداشت. و وقتی هم چکسلواکی رو تقدیمش کردن دو دستی در یک رستورانی جمع شدن در آلمان، و آقای چمبرلین رو عرض میکنم که از سوی فرانسه هم شخصیت بلندپایه آمده به چکسلواکی 80% چکسلواکی رو مفت و مجانی بدون شلیک یک گلوله هیتلر گرفت. و ژنرال های آلمانی گفته بودن و بران نهاده بودن
که اگر این سرجوخه بوهیمیا که بهش میگفتن لقبش بود کشور آلمان رو درگیر جنگ بکند، او رو دستگیر بکنند و ببرند در دادگاه محاکمه بکنند که آلمان رو دوباره درگیر جنگ کرده. اما این کشورگیری بدون لشکرکشی که گرفتن چکسلواکی باشد، اینها اونقدر محبوبیت هیتلر رو بالا برد که زبان جنرال ها بسته شد، سهلش دست جنرال ها بسته شد و رفته رفته این مردک فرمانده کل قوای ارتش آلمان شد. یه سرجوخه که گروهبانی هم بهش نمیدادن، هرچی تقاضا میکردن آقا یک گروهبان سه ای به این آقای هیتلر خیلی آدمش رو گفتن لباسش نامرتبه، این لیاقت گروهبان سه ای هم نداره، ولی کارش به جای رسید که چند سال بعد سرهنگ ها رو فیلد مارشال میکرد. 11 سرهنگ رو بعد از فتح فرانسه مقام فیلد مارشالی داد، این همین آقای هیتلر. خب به جنگ جهانی دوم که نگاه کنیم، دو چیز باعث نجات دنیا شده: اشتباه همین متحدین محور، یک اشتباه حمله به روسیه بوده به شوروی از سوی آلمان، یک اشتباه حمله به پرل هاربر بوده در همین روز 7 دسامبر، روز یک شنبه بود، جنرال ها به همه استراحت میکردن، آرام بود منطقه اقیانوس آرام، ناگهان هواپیماهای ژاپنی در افق ظاهر شدن و یکی از بزرگترین پایگاه دریای آمریکا، همین در جزیره هوایی بود در محل پرل هاربر، و اینا شروع کردن به بمباران کردن. و مضحک اینجاست که دو تا گروهبان که بر روی برج مراقبت هواپیما رو دیده بودن، یکیشون تلفن برداشت و به جنرال فرمانده آمریکایی گفت آقا هواپیماهای غریبه دارن میان. گفت آره چی، راست میگی؟ ریلی؟ گوشه گذاشت، گفت بذار بخوابم بابا، ساعت 8 خورده‌ای بود، 9 صبح بود. به هر صورت دوباره زنگ زد، دوباره تو گوشی گذاشت، تا اینکه آمدن شروع کردن بمب‌های 1000 پوندی و 2000 پوندی رو روی کشتی ها انداختن و بخش عظیمی از نیروی دریای آمریکا رو از بین بردن. یوموموتو که این آدم فرمانده، یکی از فرماندهان بزرگ جنگ دوم بود، در هاروارد درس خونده بود و در آمریکا گشته بود و پهنه آمریکا رو میشناخت، عظمت این مملکت رو دریافته بود و پتانسیل صنعتی این مملکت رو دریافته بود، گفت آقا نکنین این کارو. این عرض میکنم که اژدهای خفته رو، غول خفته رو ما بیدار نکنیم، ما چه کار داریم بریم آمریکا رو بمباران کنیم. اما اتاق جنگ، 6 نفر خدایان جنگ میگفتن در ژاپن، اینها دستور دادن که نه حمله، این ایرکرافت کریر یا ناو هواپیمابر ژاپنی ها نزدیک شد به سواحل آمریکا و حمله بسیار بسیار ناگهانی صورت گرفت. 1400 آمریکایی در اونجا کشته شدن و هر سال این 45-6 سالی که ما آمریکا بودیم که هر روز، یعنی هر سال سالگرد پرل هاربر، تمام تلویزیون ها و ولی نشون بده بعض شخصیت ها رو، یوموموتو رو نشون میتونید بدید؟ فکر میکنم خودش باشه، بله همون بود، بله خودش بود، همون آقا، موی سرش هم تراشیده بود. بعد این عرض میکردم خدمتون، حواسم به چند جا هست، یکی بیدین اکساس، یکی هم به مطلب هست، یکی هم به شما هست. باری چرچیل یک پیسی نوشته، چون بریتانیا درگیر بود با آلمان، آمریکا در جنگ نبود، روسیه هم در جنگ نبود، یعنی شوروی سابق، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم در جنگ نبود، در جنگ نبود، سهل است که با آلمان یک قرارداد صلح نوشته بودند و یک قراردادی برای داد و ستد اقتصادی نوشته بودند و شوروی ها غذا به آلمان ها میدادند، تکنولوژی میگرفتند و ابدا و مطلقا
استالین انتظار این رو نداشت که ارتش آلمان حمله کنه به شوروی. باری حالا این رو اول عرض میکنیم بعد برمیگردیم سر اون. و گروهی گفتن روزولت خبر داشته از اینکه این ناو هواپیمابر ژاپنی داره نزدیک میشه به سواحل آمریکا، اما هیچ نگفته. چرا؟ چون مردم آمریکا آمادگی جنگ نداشتن، جنگ نمیخواستن. چون در جنگ اول که اتفاق افتاد بین سالهای 1914 تا 1918 و 1919 هم قرارداد صلح پاریس هست، کشتگان بسیار داد آمریکا، نه به اندازه فرانسه یا آلمان، اما بسیاری از این فرزندان این آبخا کشته شدن. آمریکایی‌ها گفتن دیگر خون آمریکایی برای اروپایی به خاک ریخته نخواهد شد و ما جنگ نخواهیم کرد، ما یه قاره جداگانه هستیم، هیچ ربطی نداره، منافع اروپاییان به ما هیچ گونه ارتباطی ندارد. و دست پرزیدنت روزولت که بسیار مرد سیاستمدار بزرگی بود این آقای روزولت و قریب 12 سال هم ریاست جمهوری کرد، حاضر به جنگ نبود. یک بهانه بزرگی میخواست روزولت که جنگ کمک کنه به انگلیس وارد جنگ بشه، چون میدانست روزولت با درایتی که داشت میدانست اگر اروپا سقوط بکند به دست هیتلر بعد نوبت آمریکا میشه، و این قول ارتش آلمان هم چیز ساده نبود که بشود یک کشور حریف اون ارتش بشه. نه، تمام جهان بایستی دست به دست هم میدادن و دست به دست هم دادن. من بایستی یک چند جلسه‌ای در باب جزئیات جنگ دوم خدمت شما عرض کنم، ببینید داستان چه بوده، چه واقعی بوده این داستان. باری گفتن که روزولت خبر داشته و میخواسته که بهانه، یعنی مردم آمریکا هم آماده بشن برای جنگ و راضی بشن به جنگ، برای اینکه وقتی که پر هاربر بمباران شد و این 1400 اندی آمریکایی کشته شدن، دیگه آمریکا به جوش آمد و آقای روزولت فردا از مجلس آمریکا اعلان جنگ داد به ژاپن و وارد جنگ شد. چرچیل که در این میانه تنها مونده بود، البته این رو هم عرض کنم، وقتی چرچیل آمد و جنگ شروع شد اسلحه‌ای نداشت انگلیس، چیزی نداشت، آمریکایی ها بودن که کمک کردن زیر عنوان لند لیز. لند یعنی قرض دادن، لیز یعنی اجاره دادن. آمده میگن آقای روزولت هر روز میبینیم چند این تانک داره میره به انگلیس و این همه تفنگ M1 و اینها، گفت که ما داریم قرض میدیم. خب قرض میدیم پس میگیریم دیگه، چه پس گرفتن دیگه؟ تانکی که میره تو میدان جنگ میزنن تیکه تیکش میکنن، یا تفنگی میشکنه، یا لاجین دیگه پس گرفتن نداره. داشت از ابتدا کمک میکرد به جهت اینکه خطر در واقع فاشیسم رو درک کرده بود آقای روزولت. این فاشیسم خطرناکترین چیز است، ما باید مواظب باشیم دچار این ذهنیت نشویم. بله، حالا این هم یه داستان دیگری است. و تحت عنوان لند لیز دستور داده بود که به انگلیسی ها اسلحه بدن، نفربر بدن، چیزهایی که لازم دارن به اینا بدن. و انگلیس نیمه جانی داشت که حمله کرد ژاپن به پرل هاربر. یک قطعه نوشته چرچیل، میدونی که خداوند قلم بود وینستون چرچیل و جایزه نوبل ادبیات هم برده بود این آقا، که این پیس رو من ترجمه کردم و در این کتاب از آتن تا هیروشیما آوردم. این تلفن ها مزاحمه. خلاصه اونجا چرچیل گوشش به رادیو بوده بی بی سی، میبینه که عجب خبر آمد که نیروهای هوایی ژاپن، نیروی دریاییش در واقع، حمله کرده و پر هاربر. و چرچیل میگه امشب فرخنده ترین شب زندگی منه، امشب من فهمیدم که ما از بین نخواهیم رفت و جزیره ما غرق نخواهد شد و ما شکست نخواهیم خورد، به جهت اون که ترکیب ما و
شوروی و آمریکا یک ترکیبی است که هیچ کس در جهان قادر به مقاومت در مقابل آن نخواهد بود. چنین و چنان شادی میکند و میگه راحت میخوابه دیگه. و از فردا هم اعلان جنگ شد به ژاپن و حیرت انگیزه وقتی که این صنایع این کشور به کار افتاد. هیتلر میگوید سر ادوارد گری در تاریخ ایران هم بسیار مشهوره، در دیوان ملک و شعرها بهار هم که نگاه کنید و سایر شعرها اسمش آمده، سر ادوارد گری میگوید یک روز به من گفت این آمریکا به مثابه یک ماشین بخار هست که دیر به جوش میاد، اما وقتی به جوش آمد نیروی عظیم باور نکردنی تولید میکنه. و من این و میگوید این دیگه بخار امشب به جوش آمد. باری بعد از این حمله پر هاربر هست که آمریکا وارد جنگ شد و آمار حیرت انگیزی به دست هست از چندین هزار کشتی که در اینجا ساخته شد، چندین ده هزار تانک و چه تعداد نفربر و جیپ و تفنگ و اسلحه و مهمات و اینها، و چه میزان از ایران رد شد مهمات آمریکایی و اینها از همین راه آهن معروف ایران به سمت جبهه های روسیه و اینها. این یک اشتباه عظیم بود که این ژاپنیا کردن. این آقای یاموتو هم فرمانده کل بود اگر درست خاطر بیاورم، یک شب میخواست سفر کنه مدتی بعد از این ماجرا و این بی سیمای آمریکایی گرفتن. دستگاه ضد اطلاعات آمریکا توانسته بود کدهای ژاپنی ها رو دیکود بکنه، خوندن که این آقا میخواد به فلان جزیره سفر کنه. قانونن آمریکا حق نداره رؤسای کشورهای دیگر رو به قتل برسونه، ولی این مطلب رو به آقای روزولت گفتم، گفتن یوموموتو داره حرکت میکنه به یه جزیره، امشب گفت که اگه میتوانید رو هوا بزنید نابود کنید و همین کارم کردن. یک چند هواپیمای آمریکایی بلند شدن و مسلسل بستن و آقای یوموموتو رو کشتن. بگذاریم. از اون سو آقای هیتلر علی‌رغم پکت معروف که امضا کرده بودن با استالین، یک ارتش 3 میلیونی آماده کارزار ناگهان حمله کرد. آرمی گروپ A، آرمی گروپ B، آرمی گروپ C و حمله کرد. جنرال های کاردان مثل گوداریان و دیگران به این سرجوخه گفتن سرجوخه بهتری نست، الان هوا خوبه، ماه جونه، 22 جون بود فکر میکنم، هوا خوب هست، ما حمله کنیم. بلیتسکریک جنگ رعداسا، این رو در واقع این استراتژی جنگی رو همین آقای گوداریان به وجود آورده بود. ما حمله میکنیم به مسکو مستقیم به سرعت بدون توقف. این آرمی گروپ A و C هم دو فلنک چپ و راست رو محکم میکنه، ما میرویم مسکو رو که گرفتیم کار تمومه. گروهبان این سرجوخه بوهیمیا گفت نه، بچرخین ارتشای روسیه رو محاصره کنین و دستگیر کنین و بیاورید، بعدش میریم انشالله. اینا هم شروع کردن به اسیر کردن روسا، 6 میلیون سرباز روسی اسیر کردن، به مزگ رسیدن پشت دروازه مسکو، برف بارید و منهای 40 درجه سرما، همه چیز یخ زد. از مسکو دورترین چیزی که دیدن سرباز آلمانی چراغای کرملین بود و بعد مجبور به عقب نشینی شدن، چون روس‌ها یک ضد حمله خارق العاده ای کردن. چندین سال ارتش آلمان 7 میلیون ارتش هم تا اونجا تعدادش رسید، اما کار به جایی نرسید به جهت تصمیم پولادین ملت بزرگ روس مقابل آلمان ایستاد و یک مثلی گفته بود، شعر سعدی رو به یاد انسان می آورد، گفت پشه چو پر شد به
بزند پیل را با همه تندی و صلابت که اوست. مسکوویچ ها میخواستن فرار کنن، اهالی مسکو. استالین گفت یک نفر هم فرار نمیکنه. گفتن چطور؟ گفت اینا مثل فیل هستن، ما مثل مور، مورچه هستیم. مورچه ها هر موقع اتحاد کنن فیل رو میخورن، فیل کاری نمیتونه بکنه در مقابل مورچه. و همین هم شد. خب اجازه فرمایید که از امیر گرامی خواهش کنم این سیدی های بسیار بسیار نایابی که من در اختیار دارم مرتب فراموش میکنم بیارم پخش کنیم، که اهدایه دوست عزیزم آقای ایرج از اون پناه. حالا انشاءالله تعالی عرض کنم که شاید روز جمعه رسیدیم، از امیر خواهش میکنم که یک آهنگی پخش بکنن تا بعد هم دیگر رو میبینیم. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم. با درود مجدد هموطنان گرامی، در باب این روز 7 دسامبر صحبت میکردیم. 1941 و حمله ژاپن، سرنوشت جنگ تغییر کرد با دو اشتباه، یکی حمله به شوروی بود و یکی از جنرال های بزرگ هیتلر کتابی نوشته است، در اونجا میگوید ما سرزمین ها رو میگرفتیم و پیش میرفتیم اما افق انتها نداشت. ما تا کجا رو باید میگرفتیم؟ یک سرزمینی بوده نزدیک 17-18 میلیون کیلومتر مربع، بعد به 22 میلیون کیلومتر مربع رسید کشور شوروی، شوروی سابق و روسیه امروز. و میگو ما به قدر کافی نفرم نداشتیم که اونجا بذاریم و بخوایم نگهداری بکنیم. این هم دستور داده بود که این روس‌ها رو که میگیریم اینا رو همه رو باید بکشیم، فقط تعدادی که برده لازم داریم اون برده ها رو نگهداری کنیم. خلاصه و زبان رو به همون اندازه‌ای باید اینا یاد بگیرن که این علامات راهنمایی رو هم دیگر بدونن. امیر جان یک دقیقه به من وقت میدی من این مطلب دنباله ابو مسلم رو پیدا کنم؟ خیلی ممنونم. جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید. هموطنان گرامی، در دو جلسه گذشته در باب ابو مسلم خراسانی صحبت کردیم. قهرمان ایران زمین، همه چشم امید ملت در اون مقطع که ابو مسلم در ایران سپاه داشت و مرکزش در خراسان بود و تام الاختیار بود و اعراب رو از مملکت بیرون کرد، اینا همه امید برای استقلال ایران به قبضه شمشیر ابو مسلم خراسانی بود، که اون هم به شرحی که در تاریخ خدمتتون خوندم با چه ناجوانمردی و نیرنگی به قتل رسید، به دست ابو جعفر منصور دوانیقی به قتل رسید و همه امیدها ناامید البته نشد. یک سلسله حرکات جنگی برای انتقام
ابو مسلم خراسانی، اینها به وجود آمد که من یک اشاره می کنم به این داستان ها. من صفحه آخر این داستان ابو مسلم رو خدمتتون نخوندم. میگوید پس منصور بو اسحاق را گفت نام های این سپاه که با اوست بیار. وقتی ابو مسلم رو قرب قد رسون، این بو اسحاق دوست ابو مسلم بود، یکی از اون آدم هایی بود که رفته بود با چرب زبانی ابو مسلم رو آورده بود، گفت اسم اینا رو بنویس بیار، سرهنگان ابو مسلم رو بیار. گفت یا امیرالمومنین، با او به حلوان 8000 مرد بودند، چون از حلوان بگذشت 5000 مرد اونجا دست باز داشت با خزانه و خواسته به ابو نصر ابن عبدالله تایی و خود با 3000 مرد ایدر آمد. یعنی ابو مسلم با همون 3000 مرد میتوانست بنیاد حیات این خلیفه رو به هم بپیچه. حالا از ابو مسلم که بگذریم، وقتی میرسیم به روزگار آل بویه، از دو دوله و فخر و دوله اینا میرفتن بغداد، میگفت کجاست این خلیفه پدر نامرد فلان ابن فلان، میابردن دوتا سیلی میزد، یه اردنگر میزد عوضش میکرد میداختش کنار اینا، یکی دیگه میابرد. اونقدر مسلط شده بودن خاندان بویه به بغداد. اما اینا ترس دین، آقا از ترس دین و نداشتن مشروعیت دینی نمیتوانستن بگوین آقا این خلیفه دیگه گورش گم کرد و به زبالدان تاریخ پیوست و ما بر جای اون نشستیم. نداشتن این. دیدید که به ابو مسلم میگوید تو به ما دین یاد میدادی، گفتی ماهی فلان حرام است و جای خود رو نشناختی، از عمه من خواستگاری کردی. میگوزن غلام و برده هم دیگه ایرانی ها. چند مرد مردانه پیدا شدن که مقابل اینا تا آخرین نفس ایستادن، یکی بابک خرمدین، یکی یعقوب لیث صفاری، وگرنه این خلفا اوج قدرتشون از بنی امیه که بگذریم شاید 100 سال بعد از دوران هارون و مأمون به انحطاط رفتن. اینها نمیش غلامان ترک آورده بودن که اینها رو نگهداری کنن، یعنی انقدر دیگه سوس شده بودن که دیگه سوار سپاهی هم دیگه نداشتن، از جای دیگه استخدام میکردن. و این سربازان ترک هر وقت میگم ترک، مقصود بیگانگان هستن، نژاد تبار ترک از آسیای مرکزی. خواهش میکنم این اشتباه تفسیر و تعبیل نفرمایید. این ترک ها هر روز فسادی میکردن در بغداد که زن بچه مردم هم نمیتونست بیاد بیرون، این خلیفه رو هم میزدن میکشتن و اینها. تاریخ اینجا هست، بهترین تاریخی که بیانگر اینهاست تا زمان خودش ابن عسیره، الکامل فی تاریخ. طوری که اینا آمدن یه شهر جدید ساختن، همین سامره، خلیفه رو منتقل کردن اونجا، دیدن نمیشه، اینا باز برگشتن و اینا. منظوری که اینا به فساد رفتن و ضعیف شدن، اما اینا فکر میکردن مشروعیت دینی ندارن، یه کسی باید باشه اونجا از تبار عبدالمطلب که مشروعیت عبدالمطلب از کجا آمد، عبدالمطلب از کجا آمده بود، از آسمان آمده بود دیگه، ما مردم خرافی بودیم آقا. هنوز هم ده هزار میریم کربلا، میریم کربلا شش گوشه قبر امام حسین رو زیارت کنیم. مرد حسابی بتمر تو خونت، همسایت هم گرسنه است، این خرجی که میخوای بکنی بریم شش گوشه قبرش، استخونهای گندیده تبار دزدان مدینه رو زیارت کنی، به همسایت رسیدگی کن، آقا بگرد تو شهرت ببین تعداد گرسنه ها چند نفره. یه بابایم پیدا میشه
بم میبنده به خودش، میگه چه خبره کجا میری؟ میگه رافضی ها اومدن دوباره، بریم صد تا از این رافضی ها بکشیم، میرن بم و منفجر میکنن، همینطور که کردن. دو سه تا اتوبوس بود پر از همین برادران ایرانی ما. باری اینا رو بالاخره ما نتوانستیم ریشه‌کن کنیم تا این هولاکو خان مغول اومد، خدا پدرش رو بیامرزه. آقا این مغول، این خواجه نصیر طوسی، آقا اینها داستانشون این چنینه و شما باید بیان تشریف برین بغداد اونجا رو بگیرین. گفت خیلی خوب، از سپاه رو آماده کنین. و رفتن گرفتن آوردن و سقط کردن او رو و ایران نجات پیدا کرد. هزار سال نتوانسته بود از سیطره این سایه این خلیفه بیرون بیاد. خب میگوید و ایدر با 3000 مرد ایدر آمد، ایدر یعنی اینجا، و نامهای ایشان به منصور آورد و منصور همه سرهنگان را عطا فرمود و کهتران را روزی بداد و گفت شما را گناه نبود که سلطان شما را فرموده بود که فرمان او کنید، یعنی ابو مسلم. خاک بر سر اون سرهنگ ابو مسلمی بکنن که به نون منصور رو بخوره و بره زیر سایه چیز او و قبول کنه که بگوید که تقصیر شما نبود، شما آدم های خوبی هستین، دمش تقصیر ابو مسلم بود. بله قربان، شما راست میگید، اون ملعون. خیلی ما مقام دوست داریم، طمعمون هم یکمی زیاده، ترسمون هم یکمی زیادی ترسو هستیم یکمی ها. میترسیم آقا، فشار قبر میترسیم. آقا چی بگی؟ آقا موضوع آزادی چیه؟ موضوع شرافت ملی چی هست؟ موضوع حاکمیت ملت چیه؟ و نمیخواب آقا، میترسن از این فشار قبر. غافل از این که این مملکت، کل مملکت فشار قبره. اون فشار قبره که تو شنیدی، کل جامعه ایران امروز همش فشار قبره. یعنی یه قبر بزرگیه، 80 میلیون درش هستن، ولی فشارش 10000 برابر اون فشار قبریست که تو قصه ها شنید. خب به کهتران را روزی بداد، یعنی سرهنگا افسران ارشد سپاه ابو مسلم رو مقام داد، طولای محکم داد، کهتران سربازای بیچاره هم روزی داد، غذا بهشون بدین و رسیدگی کنین از این حرفا. اکنون خدا شما را از اون فاسق برهانید، بر در سرای به خدمت همی باشید که به شما حاجت آید. و لشکرگاه منصور بر لب دجله بود بدون در شهر رومیه. پس چون شب اندر آمد بفرمود تا بو مسلم همچنان با اون بساط به آب اندر انداختن. جسد ابو مسلم رو اما تو که در اون فرش پیچیده شده بود رو گفت بیاندازید به آب، آب دجله منظور. و این کشتن بو مسلم روز پنج شنبه بود، پنج روز مانده از ماه شعبان سال 137. و منصور بفرمود تا انگشتری بو مسلم از انگشتش برون کردن و نامه نبشت به بو نصر از دهن بو مسلم که اون همه بنه و خواسته را برگیر و بیا. ابو مسلم گفته بود به رفقا که اگر نامه آمد نصف مهر من در جوهر دیدید کار منه، اما اگر تمام مهر رو دیدید منو کشتن و اون نام جعلی است. پیشا پیش گفته بود قبل از اینکه ترک بکنه سپاه و پایگاه خودش رو. حالا این تقلب کرد، نامه نوشت. خب طبیعتا همه مهر ابو مسلم زد پای نامه و نامه را بدون انگشتری مهر کرد. و ابو مسلم چون او را با بنه و خواسته اونجا بگذاشت، گفته بود چون مهر من به تو آید خواسته ها برگیر و بیاور. مونس گفت علامتی کن تا من بدانم که مهر و نامه توست. گفت هرگاه که نامه نیمی به گلندر بود مهر من بود،
و چون همه به گل اندر زده بود، گل اینجا یعنی جوهر. عذر میخوام، جوهر اینجا گل مقصود گل خاک نیست. چیزا داشتن که میزن تو مرکب، جوهر مهرها رو میزدن. بچگی ما من یادم هست خیلی آدم ها مهر داشتن، البته دیگه چیزای خوب از اروپا آمده بود میزدن هم. بله. و چون همه به گل اندر زده بود، بدان که اون نامه نه من نوشتم، به کسی دیگر نوشته بود و این کس ندانست جز این دوتن. و چون نامه نوشت از دهن بو مسلم، همه مهر به تمامی اندر گل زد. چون نامه به بو بونصر رسید، گفت کردند کردنی، یا کردند کردنی، یعنی کشتن ابو مسلم. چون همه مهر پای نامه بود، گفت علامت قتل ابو مسلم است، چون خودش گفته بود که نیمی از مهر رو در جوهر میکنن. و با اون سپاه و خواسته برخواست و به خراسان شد. چیزی دیگه نبردم برای این آقا. و نیزک به حلوان بو مسلم را همین مشورت کرد که باز نکرد، و این خبر به منصور رسیده بود. اونگاه منصور نیزک را بخوند و گفت: تو بودی که بو مسلم را همی گفتی باز مگرد؟ اون وقت که ما او را همی بخواندیم گفت: یا امیرالمومنین، نصیحت کردمش که او مرا نیکو داشتی و نزدیک من دست ها بودش، چون مشورت خواست او را روا ندیدم خیانت کردن. اگر امیرالمومنین مرا نیکو دارد، اندر هیچ مشورت او را خیانت نکنم. منصور گفت: سخن راست تو گفتی و مر او را نیکو همی داشت. گفتن آقا این نیزک هست مال تخارستان، این هی میگفت به اون مسلم نری، گفت بیارین تا من اینو بکشم. آوردنش. گفت: تو بودی؟ گفت: بله بله من بودم، همین کارو میکردم. گفت: به چه دلیل؟ گفت: قربان خاک پایت کردم، این امیرالمومنین، که خدا سقط بکند همه اینها رو. گفت: به من نیکی کرده بود و من در مشورت خیانت نمیتوانستم بکنم. همین داستان شد بین خان خانان و نادرشاه در جنگ کرنار. گفت: مگر تو ایرانی نیستی؟ چه جنگی بود با ما کردی؟ گفت: قربان من خدمتگزار اینها بودم و اینها به من نیکی کرده بود. وقت ما تمام شد هموطنان، این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. از امیر سپاسگزارم و شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.